سلام دوستان به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید در این ویدیو میخواهیم در مورد مواد معدنی و ویتامین که برای تمرکز و تقویت مغز بسیار مفید هستند اطلاعاتی براتون تهیه کرده ایم. با افزایش سن بعد از پنجاه سالگی تغییراتی در تمام قسمت بدن از جمله مغز رخ میده بخش خاصی از مغز مثل یادگیری و فعالیت پیچیده ذهنی کوچک شده و در مناطق خاصی از مغز ارتباط بین نورون ها کوتاه‌تر و جریان خون به مغز کاهش می‌یابد. مغز بسیاری از جنبه‌های تفکر را کنترل میکنه مانند به خاطر سپردن، برنامه‌ریزی، سازماندهی، تصمیم‌گیری و بسیاری موارد دیگر. همچنین وقتی بدن به آسیب یا بیماری پاسخ میده، التهاب افزایش می‌یابد و این بر توانایی‌های شناختی روزمره و مغز تأثیر سزایی میذاره مغز ما مرکز کنترل بدنه که مسئول همه چیز از همه چیز از افکار احساسات گرفته تا حرکات و عملکردهای بدن رو به عهده داره و درست مانند هر اندام دیگری برای بهترین عملکرد خود به سوخت مناسب نیاز داره به همین منظور در این ویدیو به بررسی 8 ویتامین مؤثر و کارآمد برای تقویت حافظه و تمرکز مغز میپردازیم شماره یک اسیدهای چرب امگا سه هستند اسیدهای چرب و نوعی چربی غیر اشباه چندگانه هستند که نقش حیاتی در عملکرد مغز دارند بدن انسان نمیتونه اسیدهای چرب اومگاسه تولید کنه بنابراین مصرف اونها از طریق رژیم غذایی بسیار ضروری است سه نوع اسید چرب اومگاسه وجود داره اول آلفا نیکولید اسید دوم آلفا ایکو که اسید و سوم که اسید این سه اسید نه تنها در ساردین بلکه در منابع گیاهی مانند دانه های کتان دانه های چیا و گردو موجودند خیلی مهم این اسید ها اینه که رشد مغز رو تقویت میکنند اسید های چرب اومگاسه به ویژه برای رشد مغز بسیار ضروری هستند بخش قابل توجهی از مغز رو تشکیل میدن و برای تشکیل و عملکرد سلول های مغز برای بهبود حافظه حیاتی هستند اسیدهای چرب و مگسه با افزایش اندازه هیپوکامپ که بخشی از مغز و مسئول حافظه و یادگیری است حافظه رو بهبود میبخشه مطالعات نشان داده افرادی که اسیدهای چرب اومگا بیشتری مصرف میکردند حافظه و عملکرد شناختی بهتری داشتند مطالعات همچنین ثابت کرده افرادی که اسیدهای چرب اومگا بیشتری در رژیم غذایی خودشون داشتند میزان افسردگی کمتری دارند و کمتر دوچار استراب میشن همینطور التهاب مزمن در بعد سلول های مغز آسیب برسونه و به زوال شناختی کمک کنه اسیدهای های چرب و سه میتونن التهاب رو در بدن کاهش داده و به محافظت از مغز در برابر آسیب کمک کنند ویتامین شماره دو کوبالامین و پیرودوکسین هستند که به ویتامین های b و به 12 معروفند این دو ماده مغذی ضروری نقش حیاتی در حفظ عملکرد بهینه مغز دارند هر دو ویتامین برای عملکرد صحیح سیستم عصبی ضروری هستند و در فرایند متابولیکی مختلف بر سلامت مغز تأثیر بسزایی میگذارند ویتامین B6 یک ویتامین محلول در آبه که در تولید انتقال دهنده های عصبی مانند سروتونین، دوپامین و نوراپینفرین نقش دارند. این مواد شیمیایی مسئول تنظیم خلق و خوی، شناخت و رفتار مرتبط برای سلامتی کلی مغز هستند. ویتامین به 12 در تولید میلین و حفظ سلول های عصبی حیاتیه. ویتامین به 12 همچنین نقش مهمی در سنتز داره که برای تقسیم و رشد سلولی ضروری هستند در واقع ویتامین به 12 به تقویت عملکرد مغز کمک میکنه از زبس پیش شدن سلول های مغز جلوگیری میکنه مطالعات نشان دادن افراد با سطوح پایین به دوازده در مرز خطر بیشتری برای ابتلا به زوال شناختی و زوال عقل در زندگی خودشون بودند شماره سه ویتامین دی میباشه که جمله برای سلامت استخوان عملکرد سیستمی بدن و سلامت قلب و روح بسیار حیاتیه با این حال محققان اخیرا نشان دادن که ویتامین دی نقش مهمی در عملکرد مغز هم داره به ویژه در تقویت عملکرد شناختی و کاهش خطرات اختلالات عصبی در اینجا برخی از راههایی وجود داره که ویتامین دی میتونه به تقویت عملکرد مغز کمک بکنه یکی از اونها یکی از اونها تقویت عصب ها میباشه. نوروپلاسیسیته به توانایی مغز برای تغییر و انتباق در پاسخ به تجربیات و یادگیری جدید اشاره داره مطالعات نشان داده ویتامین دی با تحریک رشد نورون ها و سیناپس های جدید در مغز باعث افزایش انعطا پذیری عصبی میشه این به نوبه خود حافظه یادگیری و عملکرد شناختی کلی رو برای تقویت عملکرد انتقال دنده های عصبی بهبود میبخشه طور گذراندن وقت در آفتاب و مصرف غذاهای غنی از ویتامین دی مانند مایی های چرب، زرده تخم مرغ و محصولات لبنی میتونه ویتامین کافی دی رو برای بدن تامین کنند. دوستان اگه تا اینجای ویدیو رو پسند کردید لطفا لایک کنید چون لایک کردن شما باعث میشه این ویدیو برای افراد بیشتری به نمایش گذاشته بشه. همینطور عضو کانال ما بشید. شماره چهار ماده معدنی آهنه که نقش حیاتی در سلامت شناختی داره آهن یک جزء حیاتی از هموگلوبینه پروتئینی که اکسیژن رو به مغز و سایر قسمت های بدن منتقل میکنه آهن همچنین به طول هنگامی که مغز اکسیژن کافی دریافت میکنه میتونه عملکرد مطلوبی داشته باشه که منجر به افزایش انرژی و هوشیاری میشه آهن همچنین به تولید منبع اولیه انرژی برای بدن کمک میکنه که میتونه انرژی و هوشیاری رو افزایش بده اطمینان از سطح کافی آهن از طریق یک رژیم غذایی متعادل یا مکمل ها برای تقویت عملکرد مغز بسیار مهمه شماره پنج روی می روی یک ماده مدنی حیاتی است که در بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی از جمله عملکرد مغز نقش مهمی داره در حالی که اغلب با قابلیت های تقویت سیستم ایمنی مرتبطه اما مشخص شده روی تاثیر مثبتی بر سلامت مغز هم داره اول از همه روی یک آنتی اکسیدان قویه که به محافظت در برابر استرس اکسیداتیو کمک میکنه جایی که مغز ما در مغز ما در مرس استرس اکسیداتیو قرار بگیره میتونه ناشی از عوامل آلودگی و رژیم غذایی نامناسب باشه و همین امر منجر به افزایش التهاب و آسیب سلول های مغز ما میشه این آسیب میتونه اثرات منفی بر توانایی شناختی ما این مطمئن شید که غذاهای غنی از روی مانند صدف گوشت گاو و تخمه کدو رو در رژیم غذای خود بگنجانید یا از مکمل های روی برای تقویت سلامت مغز خود استفاده کنید میرسیم به شماره هفت میزیوم میزیوم هم یک ماده مدنی ضروری است که نقش حیاتی در حفظ عملکرد سالم مغز داره در واقع میزیوم در بیش از 300 واکنش بیوشیمیایی در بدن از جمله عملکرد اعصاب سطح قند خون و سلامت ماهیچه و استخوان ها نقشی حیاتی داره وقتی صحبت از سلامت مغز به میان میاد میزیون به دلایل مختلفی اهمیت ویژه داره اول اینکه میزیون یک آرام کننده طبیعی است که به کاهش استرس و افزایش آرامش کمک میکنه وقتی استرس داریم بدنمون هرمون های رو مانند کورتیزول ترشو میکنه و اگه کنترل نشه میتونه به مغز آسیب برسونه در واقع با تقویت آرامش میزیوم میتونه به کاهش اثرات مزر استرس بر مغز کمک کنه بهبود کیفیت خواب هم کمک میکنه که برای سلامت مغز بسیار مهمه خواب برای تثبیت خاطرات پردازش اطلاعات و بازیابی عملکرد مغز بسیار مهمه ترکیب غذاهای غنی از میزیوم مانند سبزیجات سبز آجیل و قلات کامل در رژیم غذایی یک راه ساده و مؤثر برای حمایت از عملکرد بهینه مغز می باشه به شماره 8 ویتامین فوسفاتیدین سرین یا ویتامین B9 می باشه فوسفاتیدین سرین که همچنین به عنوان ویتامین B9 هم شناخته میشه یک ماده مغذی مهمه که بدن ما برای رشد و توصیه مناسب به آن نیاز داره در حالی که به نظر میرسه این ویتامین برای بارداری و رشد جنین مرتبط باشه اما فسفاتین نقش مهمی در حفظ سلامت مغز در طول زندگی ما داره و به بدن ما کمک میکنه تا سلول های جدید در مغز تولید و حفظ بشن ایدام مناس که فسفاتین استرین برای ایجاد نورون های جدید در سنتس انتقال دهنده های عصبی حیاتی است اما مزایای آن برای سلامت مغز فراتر از رشد سلول ها و تولید انتقال دهنده های انتقال دهنده های عصبیه در سال های اخیر محققان طیف وسیع از روهایی رو کشف کردند که فسفات دین میتونه به محافظت و بهبود عملکرد مغز هم کمک کنه یکی از امیدوار کننده ترین زمین های تحقیقاتی به طور کامل پتانسیل اون برای کاهش التهاب در مغز التهاب مزمن با مجموعی از اختلالات عصبی از جمله بیماری آلزایمر بیماری پارکینسون مرتبطه نشان داده شده که فسفات با تنظیم فعالیت سلول های ایمنی و ترویج تولید مولکول های ضد التحابی به کاهش التهاب کمک میکنه فسفات همچنین با بهبود عملکرد شناختی و حافظه مرتبطه مطالعات نشان داده افرادی که با سطوع بالاتر ویتامین ب 9 در خون خود در تستای عملکرد شناختی بهتر عمل کردن و خطر ابتلا به زوال عقل در آین ممکنه تا حد زیادی به دلیل نقش کامل ویتامین بنو در ارتقاء جریان خون سالم به مغز باشه که میتونه عمل کرد شناختی رو افزایش بده و در برابر زوال شناختی مرتبط با افزایش سن مغز رو محافظت کنه دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید لطفا این ویدیو رو لایک کنید چون لایک کردن شما باعث میشه این ویدیو برای افراد بیشتری به نمایش گذاشته بشه همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید